شهبانو با تک تک شرکت کنندگان دست داده و از حضور آنها سپاسگزاری کرد. این فیلم از پارس تیوی بارها پخش شده است. شهبانوی اندوهگین اما دلیر و امیدبخش با ویدئو و عکس‌های یادگاری به خانه‌های مردم رفت و روشنگری تداوم یافت تا به امروز که خواست پادشاه عملی شد و مردمش در کمتر از 30 سال به خردمندی و شکوهش پی بردند و فرق انقلاب مردی که با آفتاب آمد را با مردی که پیشوای انقلاب سپید شاه و مردم بود دانستند. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با 7000 سالگان شیوا وستا با دادن هدیه‌ای به شهبانو لبخند را بر لبانش آورد. این قافله عمر عجب، قافله عمر عجب می‌گذرد. استاد سیاوش اوستا از شهبانو می‌خواهد به علت بسته شدن گورستان تروکادرو خود را برای یک پیام تلویزیونی آماده کند. خواستم تشکر کنم از محبت و عشقی که تمام هموطنان لیلا به اون نشون دادن، به یاد او بودن، تمام هموطنانی که در خارج از ایران و به خصوص اونایی که در داخل هستن، از گوشه و کنار دنیا، از نامه هایی که فرستادید، از پیغام هایی که فرستادید تشکر میکنم. لیلا دختری بود عاشق پدرش، عاشق مملکتش، دختری با دلرحم، حساس، ولی با یک اخلاق و شخصیت قوی، مهربون، از خود گذشته، به یاد میهنش همیشه بود. در این لحظه تنها چیزی که دارم اینی که بگم جوانان ما، جوانان ایرانی، به خصوص جوانایی که در داخل مملکت هستین، روحیه خودتون رو قوی نگه دارین. این و لیلا، روح لیلا از اون بالا مثل یک فرشته نگهبان شماست. او الان پیش پدرش تنها را آرزو هم اینه که روزی خودش و پدرش که به امانت سپرده شدن اینجا در خاک پاک ایران باشن. خدا حافظ و نگهبان تمام جوانان ایرانی باشه. اون چیزیست که من از خدا برای همه شما میخوام. این گلو میخواستم از طرف لیلا برای تمام جوانهایی که در ایران عمر خودشون رو از دست دادن، اونهایی که شاید قبرشون نام و نشان هم نداره، این از طرف لیلا برای همشون. عمرت چه 200 بود، چه 300، چه 1000، زین کهن سرای برون برندت ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو به یک نرخ بود. از اوستا ازم خواهش میکنم چیز بشه که بعد با سرود ایران برنامه رو درستم بشه. گل رفت و شد پیراهنم چاک از جفای خارها، دردا که از رنج و مهن آزرده می بینم وطن. کرسی نشینان در طرب، آزاد مردان در تعب، خون شد دل آزادگان از بس که این غارتگران در خون مشت ناتوان بردن فرو منقارها. درود به روان گل گلزار تاریخ کهن و 7000 ساله آریایی لیلا پهلوی. مهربان یاران عزیز، میخوام چند تا خبری که تا حالا نشنیدی رو بهتون بگم. در آستانه قرن 21، در سال 2001،
سه حمله بزرگ به سه تمدن بزرگ شد. دو تا برج‌های دوقلو رو در نیویورک زدن، یک آزاد در افغانستان کشتند، احمد شاه مسعود که به آریایی بودنش و ایرانی بودنش افتخار میکرد و میگفت من به قدرت